فرعون است. یک داستان کوتاه از اکرم عثمان. برف می بارید و شیر دانه هایش را از پشت شیشه یکان یکان می شمرد. یک دو سه، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار پنج. اما نداف آسمان با چنان سرعت دانه هایش را باد می زد که در دقایق کوتاه بر بالین خانه های کاگلی و قدیمی را زیر لحافه از برف پنهان کرد و شیر از نفس افتاد و دم گرفت. نگاهایش به سوی تاقچه افتاد که در آن چرخه تار چکه‌ای رنگش قرار داشت و از آن بالاتر به سوی میخچه‌ای که گودی پرانهای سه پارچه و پنج پارچه‌اش از آن آویزان بودند. شیر از قدیم‌ها تار می‌زد و گودی پران می‌ساخت و در این کار در تمام کوچه های شور بازار و چوک پایین چوک تاق بیجوره بود. او اولها گودی پرانهای واسکتی، چشمکدار، کلگونچکی و گلدار می ساخت، ولی همین که پایش به چار در رسید و پشت لبهایش کمی سیاه شد، دلش از اینها سیر شد و خواست گودی پرانهای زیباتری بسازد. برای این کار کاغذهای روشنتر و بهتری برگزید و نقشهای مقبولتری بر کنج و کناره های کاغذ بر آنها نشاند، ولی هیچ کدام چنگی به دلش نزدند. دلش چیزی میخواست که نمیتوانست بر زبان بیاورد و از صورت بندی های شمایلش را بر روی کاغذ بر آنها تکمیل کند. باز هم بیمیل و وسواسی با کاغذ پرانهایش که از تاقچه کشال بودن تری تری سیل کرد و چیزی را جست که در آنها نیافت. طاهره دختر خالهش که در پته بالای صندلی نشسته بود، همین که شیر را مشغول چیزهای دیگری دید، صدا زد: شیر جان چه شده؟ مثل این که سرکه برا تا اردی؟ دومار چرتهای شیر پاره شد. نگاه هایش از تاقچه و مهجه و چشمهای سیاه طاهره برگشت، چشمهایی که چون چشمهای آهو معصوم و زیبا بود. مژه‌های برگشته طاهره کمی تنگ شد و برقی از درونش جهید و در سینه شیر نشست. عرق سرد از انگشتان شیر چکید و دلش و آرامی لرزید. طاهره بیان که گپ دیگر بزند خندید و رسته دندانهای صدفگونش نمایان شد. شیر شیفته دندانهای طاهره شد. خیال کرد سفیدی آنها به سفیدی و درخشش برگها در روزهای آفتابی است. شیر از شیشه به برگها نظر کرد، دید که برگها به سفیدی رخساره های طاهره نیستند. دلش ضعف زد و از داشتن چنان دختر خاله به خود بالید و در جایش استوارتر نشست. طاهره دستش را از زیر لحاف صندلی بیرون کشید و خواست از روی سینی مقدار کشمش و جلوزه بچیند. چشم شیر به سرانگشت‌های دراز و خوشتراش طاهره افتاد که دو سه انگشتر فیروزه زینتش داده بودند. شیر از ارسی به آسمان نظر کرد، بیاد آورد که فیروزه هایش و درخشش فیروزه های طاهره نیستند. برق گرم و سوزان مردمک های چشم های شیر و دست های ظریف طاهره افتاد که جلگوزه را میچید و کشمش ها را دورتر میکرد. شیر به یاد ساق های نازک رواش های کوهستان افتاد و آنگاه از ارسی که مشرف به کوه ها بود نظر افکند. برق چون پوشی از نقره سفید قله ها را آراسته بود و شیر با خود گفت: چه خوب است آدم مثل کوه مغرور و سربلند باشد. آنگاه حواسش را جمع کرد و در برابر طاهره که جلگوز پوست می کرد قیافه سیدی گرفت.
طاهره گفت مثل یک گوشت نبود چی پرسیدم؟ شید جواب داد ما یک سر از آف سودا داریم اگه گوشت نبود ماف گفت. طاهره گفت پروا نداره وقت چرتت است. شیر با خود اندیشید که چرا وقت چرتش است؟ آیا از این پس اتفاق حادثی یا گپی پیش میشه؟ با خنده گفت کار نمت مبارک مثل یک فالبینم شدی. طاهره با شیطنت گفت مروی تالیت وا کردیم تو زیادتر از این چرتی میشی. خواست چشماج میپره خوراکت کم رنگ زرد میشه. شیخ خندید و گفت آنتا بخیر وکو چیزی دیگه یاد نداری که بگویی؟ طاهره چیزی نگفت ولی باز با نگاه های مست و راز کویش شیخ را افسود کرد و با لحن معنیداری ازش پرسید شیخ جان امتا نیست؟ شیخ دست و پاچه شد رابطه گپ ها از یادش رفت. با خنده خنده جواب داد والله نمیفهمم چه بگویم مثل که راست میگی. طاهره مست و خوشحال فریاد زد دیدی که به زبان خود اقرار کردی. شیر چیزی نگفت و سرش را به زیر انداخت. وقتی چشمش را از زمین برداشت باز نظرش به کاغذ بر آنها افتاد که همچنان بی‌روح و بی‌جاذبه آویزان بودند. خواست از طاهره چاره عیبشان را بجوید ولی شرمید و لب فرو بست. طاهره پرسید به چی فکر میکنی؟ شیر گفت به تو. طاهره با تعجب پرسید به من؟ شیر گفت آن چه خوب بود اگه کاغذ برانا چشمک های به خوبی چشمای تو میداشتن. طاهره پرسید فایدهش چی؟ شیر جواب داد فایدهشی که او وقت کاغذ برانا از سر تمام کوچه و خانه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها مردم شوربازار و علی رضا خان و رقا خانه و باقلی مردان حیران چشمک های کاغذ بران می شدند. طاهره پرسید او وقت کاغذ بران تا چند میفروختی؟ شیر جواب داد یک لک. طاهره گفت چقدر کم؟ شیر گفت خیلی لک. طاهره گفت حال شد یک دفعه پیسه دار میشی مگر نگفتی که اقه پیسه را چی میکنی؟ شیر با تأمل گفت اقه پیسه را بازم کاغذ و بانس میخرم و کاغذ بران میسازم. طاهره گفت عجب. شیر گفت عجب ندارد به کلی کاغذ پرانا چشمای تو را میکشم و بازم دعوا میکنم تا مردم ببینند که چه چشمایی داری. طاهره با خنده پرسید باز چی میکنی؟ شیر جواب داد بازم همی کار میکنم تا آخر دنیا تا آخر عمرم. فردای آن روز شیر دو سه کاغذ پرانش را از میخچه برداشت و به بچه همسایه بخشید. از آن پس شیر تا نیمه های شب کاغذها را برش کرد و کوشید در آن صورت طاهره را نقش بندند. چراغ چشمهایش را یاقوت لبهایش را و حتی برق خرمنسوز نگاههایش را که دل از دلخانه آدم می برد و مغز استخوان را می سوخت. کاغذها کوت می شدند یکی به دیگری می چسبیدند صورتهای مختلف پیدا می شدند ولی طاهره پیدا نمی شد. از این رو شیر برای یک ماه کاغذ پران پیل نکرد و جنگ نینداخت. روزی بر سر گذر فضلو که حریفش بود ازش پرسید شیر به این وقتا بالایت خواب کده دبان دیده نمی شی؟ شیر گفت فضلو ما چیز دیگه می سادم که دخلت هم ندیده باشی. فضلو گفت چی می سازی؟ بالون یا تیاره؟ شیر جواب داد بهتر از یا آرس می سازم آرس. فضلو با تمسخر خندید و گفت مبارک باشه انشالله که نقلش هم می خوره. شیر چیزی نگفت و راه را که آمده بود پیش گرفت. فضلو هرچند مثل سیم تار می زد و در کارش استاد بود اما نزد کوچگی ها اعتبار چندانی نداشت و به پوده معروف شده بود. چه زود می خوید، زیاد دروغ می گفت، بسیار حرف می زد و از بغل بغل بیره ها و سنج ها نامردانه و دزدانه چشم کرانی می کرد و مزاحم دخترهای همسایه می شد. او از سالها همسایه در بدیوار محسن خان پدر طاهره بود و همواره دخترش را در کوی و برزن آزار می داد. شیر از زبان طاهره بو برده بود که فضلو نیست و او نظر دارد. از این رو همین که فضلو را می دید خونش به جوش می آمد و می خواست پوست از سرش بکند. فضلو هم از شیر نفرت داشت چه می فهمید که تا شیر زنده است دستش به طاهره نخواهد رسید. بنابراین خبرچینی کرد و پهلوان محمود برادر کلان طاهره را از قصه عشق آن دو که در تمام کوچه ها و خانه ها پیچیده بود آگاه ساخت. مح...
محمود نه تنها پای شیر را از خانهشان برید، بلکه باعث شد دو خانواده رفت و آمد را با هم قطع کنند. از آن پس شیر با غمهایش تنها ماند. طاهره از او دور بود، در خانهش، کنار مادرش، کنار پدر بدقهرش، کنار برادرهای پهلوان خطرناکش. شیر را یارای طلبکاری از او نبود. چه قصه رسوایی او باعث شده بود که روز محسن خان پدر طاهره طی پرخاش و گفتگوی بزنش بگوید اگر آسمان به زمین بخوره دختر ما به کاغذ بران باز و کفتر باز نمیتون، در دنیا مرد کم نیست که دختره به خارزادی به سر و پایت بتان. شیر نمیدانست چه کند، دروازه های دنیا برویش بسته شده بود. طاهره را در خواب هم نمیدید، رنگش سردتر میشد، دست بنان نمیزد و شبها ستاره ها را میشمرد و در تف تب سوزان و گنگی چون ماهی در کرایی کباب میشد. صبح که از خواب برمیخواست موهایش ژولیده و چشمهایش سرخ و بیحال میبود. جرأت دیدن فضلو را نداشت، چه او در کوچه همواره بر سرش صدا میزد شیر شیر، تیاری چه شد؟ بالون چه شد؟ نقل عروس تکی بخوریم. اما شیر از کارش رو گردان نبود و در تمام نقش ها و چهره ها سر و گردن طاهره را میپالید و کاغذ بران ها را به این امید میساخت و هوا میکرد، ولی هیچ کدام خرام قامت طاهره را نمیتاشتند. ماها تیز شدند و رمضان و قربان آمد و عید نزدیک شد. کسی از شیر به طاهره پیغامی نمی برد و از طاهره نیز آدمی خط و خبری نمی آورد. شیر هرچی کوشید نتوانست راه به دیار یار باز کند. بناچار به تار و کاغذ بران روی آورد و در شب عید با خط خانا و خوشی روی کاغذ بران نوشت عیدت مبارک. شیر وقتی به بستر رفت هوا آرام بود، صدای باد شنیده نمی شد و پنجه های خشک و مردمانند درخت ها بی صدا و خاموش با شب تنهایی نجوای غم‌آلوده داشتند و شیر گوش به صداهای پشت شیشه داشت، ولی صدای نمی آمد و بادها همه در دره های بادگیر مرده بودند. شیر به یاد کودکی هایش افتاد، به یاد روزهایی که هوای تنبل و بی جنب و جوش فراز بام ها می خوابید و او با بچه های دیگر برای بیدار کردن بادها دست جمعی چنین می خواندند: حیدرک جیلانی شمال آرتورانی. امشب هم خواسته و ناخواسته همان سرود کودکانه بر زبانش جاری بود، ولی از باد خبری نبود. شیر بار دیگر زیر لحاف رفت و مانند تبزده ها انگار حسیان بگوید افسون مستی بادها را خواب و بیدار تکرار کرد و در خیال طاهره غرق شد. آنگاه دایره کوچکی از این غرق شدن ایجاد شد و در رنگ های مختلف بزرگ و بزرگتر گردید و سراسر گنبد جمجمه شیر را فرا گرفت. صداهای به سنگینی صداهای رد در این گنبد هولناک شکست و انعکاسش از گوشه های دیگر گنبد بالا شد. شیر چیغ زد و در جایش نشست. دید تاریکی همه جا را در آغوش کشیده و هیچ صدایی بالا نیست. لا حول گفت و شکر خدا را به جا آورد که خواب بود. آن وقت دستی به نبضش برد، دید که دستش سرد سرد است، باور کرد که تب ندارد. باز دراز کشید و سر سنگینش را روی متکا گذاشت و به فکر فرو رفت. طاهره، طاهره از دست رفته، طاهره فالبین، طاهره شو، طاهره افسونگر و خندان. آه چه دندانهایی داشت، چه لبهایی داشت، چه دستای سفیدی، سفیدتر از ساقه های رواش و سفیدتر از سینه کبوتر. در روشنی بسیار خفیفی که فرق چندان با تاریکی نداشت کاغذ بران پنج پارچه‌اش را دید که از میخچه آویزان است. با صدای کمی بلند گفت حیدرک جیلانی شمالار تورانی. هنوز لحظه نگذشته بود که بناگاه باد پشت در باز آمد، در زد و درخت ها به آوازخوانی شروع کردند. شیر از جا پرید، با اینکه هوا بسیار سرد بود ورسی را باز کرد
و سینه تنگش را از بادی که گریبان درخت ها را گرفته بود پر کرد. شب عید بود. نانوایی ها زودتر از شبهای دیگر دست به کار شده بودند. بوی تند بته های سوخته در هوا پیچیده بود و شیر آن بو را تنفس کرد و به به گفت. از دو تاره کاغذ پرانش گرفت و آن را با ملایمت در اختیار بادی که پله های ارسی را می جنباند گذاشت و شور شورش داد. آن وقت مثل این که در گوش کاغذ پران نجوا کند گفت: سبا عید است، سبا طایره لباس نو می پوشد، سبا با دخترها روی ماچی می کند، سبا از پدر و مادرش عیدی می گیرد. و تو کاغذ پران: سبا چی می کنی؟ آیا پر می زنی؟ پرواز می کنی؟ سر خانیش می ری یا نی؟ اگه می ری خوب خوب، اگه نمی ری پاریت می کنم، دو تکیت می کنم، چیرت می کنم، درت می کنم. بعد آرام شد و سوی ستاره ها لبخند زد و ستاره ها و سویش لبخند زدند. باد قوغا برپا کرده بود. از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر می گفت. شیر گفت: خدایا، تو بزرگ هستی، به حق پیر پیرا، به حق چاریار با صفا، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی. شیر مثل این که کار مهم کرده باشد و بستر رفت. خواب خوشی زیر پلکهایش خانه کرد و او را تا سرحد بیخبری برد. صبح که بیدار شد باد هم بیدار بود و با شدت کمتری لباس های رنگه و سفید روی تناب بام را به بازی گرفته بود. شیر از احتزاز آنها سمت باد را تشخیص کرد و از ته دل زعف زد. شتاب زده لباس گیبی نوش را وطن کرد، دست های پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و بی سر و صدا با چرخه تار و گودی پرانش به بامبوتی برآمد. باد مانند اژدها نفسهای طولانی و ممتد می کشید و کاغذپران را تکان می داد. شیر تار را در حلقه دوتاره گریب است و یاهو پنج پارچه را در اختیار باد گذاشت. کاغذپران به شدت جتکه خورد، مانند مرغ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی ها پاره کرد. از خانه های روبرو نیز گودی پران های خرد و کلان کیل شده بودند. پنج پارچه شیر مثل فرفرک به سوی آنها تار برد و چون باز تیز چنگالی فراز همه قرار گرفت و چند تارا در چند دقیقه درو کرد. کوچگیرها همین که پی بردن باکی حریفن، کاغذ پرانهای باکی مانده را پایین کردند و میدان را خالی نمودند. شیر تارش را که چون دم تیغ بران و تیز بود با سرانگشتش نوازش کرد و چشمش را به گودی پران مست و چاوکش که چون کبوتر ملاقی می چمید دوخت و از دور نقش عیدت مبارک نظرش را خیره کرد و کار اصلی را به یادش داد. آن وقت آهنگیار کرد و کلاچ کلاچ تار داد. کاغذ پران چون موج بیتاب لوتهای مستانه و دیوانه زد و در یک نفس خود را بر سر بام معشوق رساند. اما فضلو که از گوشه بامش شاهد آشوبگری های گودی شیر بود و می فهمید که حریف چه می جوید، غفلتاً به جانش کیل کرد و شیر را در بهترین لحظه های شوق و شادی پریشان ساخت. شیر همین که گودی فضلو را دید کمی رنگش پرید، اما دست از پا خطا نکرد و قبل از این که فضلو کاغذ پرانش را خوب هوا کند از همان بالا گودیش را مثل شاهین غطه داد و تار فضلو را چون پنیر خام دونیم کرد و با خود گفت: سزای قرود عوه کرد. طاهره از دنیا بیخبر بعد از سرمه چشم ها و چوتی موها لباس قناویزش را ببر کرد و با نظرهای خریداری بنابر آینه قدنما جلوه فروخت تا صورت چون برگ گلش را در نگاه دیگران بسنجد. آینه پاسخ مساعدش داد و برویش لبخند زد. طاهره از خوشحالی چرخی زد و مقابل ارسی آمد. آینه شفاف آسمان نیز برویش خندید و آفتاب کاکلزری بر سر و صورتش گرد طلا پاشید. طاهره به بازی با جعد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه کرد. در این میان کبوتر سفید از هوا گذشت و چشمان طاهره دنبالش راه کشید. کبوتر از نظر غایب شد ولی عوضش
کاغذپرانی در هوا باقی ماند که برویش عیدت مبارک جلب نظر می کرد. طایره اول بی تفاوت و بعد با تفاوت نوشته را خواند و تبسم شگفت‌انگیزی بر لبهایش دوید. از کاغذپران خوشش آمد و بدون منظور مدعا گفت عید خودت مبارک. ولی کاغذپران دست بردار نبود، مرتب پایین و بالا می رفت و بر سر بام ها سایه می افکند. طایره کنجکاو شد و از اتاق به بام برآمد و از دور شیر را بر سر بام بوتی تشخیص کرد و دلش به ضربان افتاد. شیر هم طایره را دید و سراپا هیجان و ارتعاش شد. سر رشته از دستش در رفت و کاغذپران چرخک زنان در حویلی سقوط کرد. از قضا برادر خرد طایره فرید به چنگش آورد و دوان دوان غنیمت باد آورده را پیش پدرش که گرفتار قربانی گوسفند بود برد و صدا زد بابا بابا جان آزادی گرفتیم. محسن خان گفت بد که دیر، پیش بیا. فرید هراسان و وارختان از دید شد و کاغذپران را در دستهای خونالود پدرش گذاشت. طایره از بام متوجه پدر و نگران کاغذپران بود. لکه های خون در لحظه های کوتاهی که محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذپران را رنگین کرد. محسن خان مثل این که بوی دسیسه و خیانتی و مشامش رسیده باشد این سو و آن سو دید و چشمش به طاهره بر لب بام افتاد و بی تأمل گودیپران را با دست های پرمو و برصدهش پاره کرد و گفت حرامزاده مکتب کار دارم. طاهره از لب بام دور شد و فرق زد و فرید گریه کنان و شکوه کنان خود را به دامن مادر انداخت و گفت مادر جان بابیم آزاتیم پاره کرد آزاتیم. و مادرش سر کودکش را در بغل فشرد و گفت آستا به چیم که نشنود بابیت عقد داره. فرید چرا چرا گفت و آن روز عید برای طاهره و برای مادر و برادرش در چرا چرا گذشت. ولی طعم شور کباب قربانی محسن خان را دو چند آسیب و خوناشام کرد و از بام تا شام مانند ببر پیر قدری و گفتار کرد. از آن پس محسن خان دروازه بام را بروی دخترش قفل کرد و طاهره برای ماها زندانی چهار دیوار حویلی ماند. اواخر پاییز آن سال محسن خان بدون پرسان اهل خانه در گذر دور خانه نو خرید و کوچوبارش را از آنجا منتقل کرد. اما شیر غافل و بیخبر همچنان کاغذپرانهایش را بر سر خانه محسن خان تار می داد و در دم راه هر مانی و مزاحمی را درو می کرد. ولی روزی همین که از کوچه گذشت به ناگاه چشمش به قفل بزرگی افتاد که از پیشانی زخمی دروازه محسن خان آویزان بود. از دیدن دروازه بسته و خانه کرایی در جایش خشک شد و دقایقی مات و مبهوت به دریچه کور امیدهایش خیره ماند و آه سوزانی از جگر کشید. دیگر دنیایش خراب شده بود، چه میتوانست بکند؟ طاهره را چگونه میتوانست بیابد؟ گذرهای بیشمار شهر، کوچه ها و کوچه بندی ها، جاده های دراز کوتاه، بیروبار مردم، نشانه های بینشان و پشت سر همه طاهره ناپیدا در غبار. آه که عاشقی، چه بلای بد و چه درد بی درمانیست. آدم جز سوختن و ساختن چاره ندارد. برای شیر سراسر دنیا را طاهره پر کرده بود. خیال طاهره، خنده ها و قصه هایش و گپ های معنی دارش که می گفت تو زیادتر از این سودایی میشی، خوراکت کم و رنگت زرد میشه، خواص چشمات میپرند. شیر با خود گفت اگه تمام دنیا را کوچه بگیره، اگه دروازه های زمین و آسمان بسته شود، اگه هفت کوه و هفت دریا پیش پایم پیدا شود، بازم پشتش میرم، هرو مرو پیدایش میکنم، دل سنگ باویش نرم میکنم، اگه نرم شد خوب خوب، اگه نشد واب جانش. کسی که عاشق هست از جان نترسد، که عشق هست کنده و زندان نترسد. دل عاشق مثال گرگ گشنه، که گرگ از های های چوپان نترسد. از آن پس از نیش افته و تا نماز شام در بدر خاک بسر این سو و آن سو می رفت و از هر کسی
نشان طاهره را میچاست. روز دو انداخته از مراد کراچی کش سر چهار را که کاله های محسن خان را به خانه نوش برده بود سراغ خاله و دختر خاله را برد. با نشانی مراد اندک گری از کار کشوده شد و شیر را به راه و کوچه به کوچه خانه محسن خان را پیدا کرد. روزهای اول کلکشکهایش به خیر گذشت تا اینکه روز مزدوزن قدیمی محسن خان هنگام بردن خمیر به نانوایی متوجه کلکشکهای شیر شد و خبر را به داخل خانه برد. سه برادر پهلوان طاهره بدون اعتنا به داد و بیداد مادرشان به سرعت به سوی کوچه دویدند و شیر را سر چهار سوق گیر کردند. بزرگترینشان محمود طعنه آمیز چیغ زد: او موش، اینجا چی میکنی؟ شیر بیان که خودش را به بازت جواب داد: و چی خالم، شیر استم، شیر، مرا نمیشناسی؟ نادر دومین برادر طاهره که مکتب رو هم بود گفت: کاغذ پران فروش و کفتر فروش که نمیشناسه، تو در کل کوچه مشهود استی. شیر از حتی که او به جوش آمد و صدا زد: خی کاکولی صبر کو تا ببینی که نان چند فتیره است. آنگاه جنگ سختی شروع شد. اولها شیر مثل شیر می جنگید و دهان و دندان بچه های خاله را پرخون کرد، ولی پسانتر نفسش سوخت و از آنها مشت و لگد بیشمار خورد و کله و کاپوسش یکی شد. آن وقت خلاصگیر پیدا شد و جنگ مطلوبه پایان یافت. کوچکترین برادر طاهره واسی که دلش یخ شده بود با پوزخند گفت: آل دست آزاد برو عرض کو. شیر گفت: ما بچه عرض نیستم، آش مردا دیگ پخته میشه. شیر در حالی که دور و پیشش را بچه های کوچه گرفته بودند لباس های پاره پاره اش را تک داد و سر و دماغ کفیده اش را زیر نل عمومی گرفت تا خون ریزیش بند شد و دلش تازه گردید. همان روز با دستمال پر از نقل و شیرینی راهی هر کاره خلیفه یاسین شد و در شمار شاگردانش در آمد. پس از سال مایچه های بازوانش مثل توپ هفت پوسته پندی و سینه اش چون سپر سیمین سخت شد. در روزهای کثرت و نرمش بجز خود خلیفه یاسین آن هم با صد چال و فن دیگری پشت شیر را به خاک نمی آورد. شیر سر سرا شده بود و آوازش کل هر کاره ها را پر کرده بود. نزدیکی های جشن، روزی که تمام پهلوان ها در چمن حضوری با هم دیگر جوره می شدند، شیر سر پهلوان محمود قوی ترین برادر طاهره صدا زد و او هم پذیرفت و قرار شد که دیگر روز اول جشن با هم کشتی بگیرند. تا آن روز شیر قراری نداشت. محمود پهلوان پرزور و شیر مستی بود و هیچ بعید نبود که شیر را ننگ خواب نکند و مسخره خلقش نسازد. شیر تا آن روز در زیارتها دعا کرد و شب آخر تا سحرگاه پلک روی پلک نگذاشت و به ساعت مساف اندیشید. سرانجام لحظه موعود فرا رسید و شیر و محمود شاخ به شاخ شدند. دستهای محمود درازتر بود تا شیر به خود جنبید، چاتش به دست حریف افتاد و سر به تالاق و گردن خورد. مردم کف زدند و برخی از هیجان صلوات کشیدند. رگ غیرت شیر به طور آمد، خودش را جمع جور کرد و از آخرین کاری که خلیفه یاسین یادش داده بود کار گرفت و پهلوان محمود را از همان زیر چنان چوب کرد که روز روشن بر سرش تار شد و ستاره ها دم چشمش بلبل زدن. شیر محمود را صمیمانه از جا بلند کرد، رویش را بوسید و به سر و صدا از میان مردم پر حلحله و ستاره برآمد. محمود که هرگز چنین انتظاری نداشت بر استعداد بچه خاله حیرت کرد. مثل مردها شام آن روز به خانه خاله از یاد رفته آمد و بعد از آشتی گفت: شیر جان، راستی که تو شیر بودی ما خطا کردیم، گذشته را صلوات، از این پس ما و تو برادر قرآنی هستیم. شیر از شنیدن این حرف تکانی خورد ولی برویش نیامد. با هم بغل کشی کردند و قول برادری دادند. به وساطت محمود شیر با محسن خان و اهل و عیالش آشتی کرد و رشته سابقه دوباره استوار گشت. طاهره در این میان خوشحال بود که باز شیر از دام رسته را به دام افکنده است. از این رو روز به روز رنگش سرخی می آورد و شادابتر می شد. ولی شیر
روز به روز زردتر و نحیفتر می شد. چه میان دو سنگ آرد بود، سنگ عشق و سنگ برادری. طاهره خواهر محمود بود و محمود برادر قرآنی شیر. طاهره یا محمود، برادری یا عشق، با خود گفت مردار قبل است، عشقش در مرام دگه خانیشان نمیدم، دگه گپشن نمیزنم، دگه یادشن نمیکنم. همان بود که بعد از قسم بیخی کوچه بدل کرد و سرش با شهدا و خانقاه کشید. دیگرها سر قبرها میرفت، وضو تازه میکرد، نماز میخواند و پنهانی های های گریه سر میداد. بت‌ها و مرچه‌ها را بر سر مزار آدم‌ها می‌دید و با خود می‌گفت عاقبت مردن است، دنیا تیر می‌شد، دنیا و غمش نمی‌آید، دنیا چهار روز است. ولی با هیچ کسی آرام نمی‌گرفت. شب‌ها به خانه برمی‌گشت و بر سر بام بوتی از همان جایی که به طاهره عید مبارک گفته بود می‌برآمد و مهتاب اندوهگین را که از سر بالا هزار بالا می شد و دنیا را روشن می کرد می دید. آنگاه زبانش باز می شد و می گفت او ماتاب، او شب چارده، او تک تنا، مرا می بینی؟ شیر می بینی که گریه می کنم؟ بعد لب لب عشقهایش از گونه های زعفرانی و استخوانیش می ریخت و گریبان پارهش را تر می کرد. مهتاب جوابش نمیداد و بی صدا از روبرویش می گذشت و پشت کوها پت می شد. آنگاه شیر تف می انداخت و بر بی وفایی اهل دنیا لعنت می فرستاد. شبهای پنجشنبه در خانقاه کوچه علیرضا خان در صف عارفان و روشندلان می نشست. از صدای سوخته و حزین خدا دوستان حس می برد و قدری آرامش می یافت. ولی همین که صبح می شد طاهره باز مثل افته و برابر چشمانش طلوع می کرد و تن بی خواب و بی حالش را گرم می نمود. از طاهره کجا می توانست فرار کند؟ طاهره در چلم، در نسوار و در همه چیز پنهان شده بود. طاهره برترین دودها و نشه ها بود. افته و نشست شیر گیج و از خود بی خبر از شهدا پایین می شد که دوتا چادری دار پیدا شدند. شیر راهش را چپ کرد ولی یکی از آنها راه شیر را گرفت و صدا زد شیر جان، شیر جان بخیر. صدا از طاهره بود. شیر سر جایش خشک شد، مثل درخت توت خشکی که کنارش ایستاده بود. طاهره روبندش را پس زد و روی ماهش سر قبرها را روشن کرد. شیر لحظه‌ای بر رویش خیره شد، بعد چشمش را به زیر انداخت و خاموش ماند. طاهره پرسید شیر جان اینجا چی میکنی؟ شیر جواب داد هیچ. طاهره گفت چرا هیچ؟ شیر چوب ماند، به هم دیگر نگاه کردند و در شرار چشمان هم سوختند. مزدور زن و محرم راز طاهره که از دور نگرانشان بود از ته دل دعا کرد و مرادشان را از خدا طلبید. بلاخره شیر از طاهره پرسید تو اینجا چی میکنی؟ طاهره جواب داد بند بسته میکدم. شیر پرسید خیر باشه برای کی؟ طاهره جواب داد برای دلم. شیر با استفهام پرسید برای دلت؟ طاهره با گریه گفت هان برای دلم، برای تو که خدا نیستت نکنه، خدا دورت نکنه. و بعد خاموش ماند. آه شیر لبهای شیر را سوزاند. با زهرخند گفت طاهره جان تو وقتا روی تالیم وا کرده بودی، حال خو از چشمان پریده، خوراکم کم و رنگم زرد شده، دیگه چی میخوایی؟ طاهره جواب داد خودت ده جان جورت، او گپام از دوستی بود. و حالا شیر پرسید حالش چی؟ طاهره جواب داد تو خودت میفهمی، آزارم نده. شیر گفت چی ده؟ طاهره جواب داد گپ راسته، گپ خود ما را. شیر با تأسف و اندوه گفت دیگه گپ بین ما نیست، از گپا گپ برآمده، او سالا را باد برده. طاهره تعجب کرد و شیر برایش قصه خود محمود را بازگفت. طاهره زار زار گریست و سراپا به غمهای شیر گوش داد. وقت ودا شیر به طاهره گفت طاهره جان دیدار ما به قیامت. طاهره گفت شیر جان تو قول دادی، تو قسم خوردی، مگه ما قول ندادیم؟ ما دوست دارم، ما خواستن خواهیت هستم، اگه پشتم نگردی خونیم بگردنید. شیر بی جواب دور شد و طاهره به خانه برگشت.
چند ماه بعد خبر آمد که محسن خان دخترش را به زور نامزد کرده و طایره زار خورده اما نمرده است. شیر از شنیدن این گپ یک پارچه آتش شد، خواست دنیا را به خون بدهد ولی دست گرفت و باز بر سر قولش پابرجا ماند. چند روز بعد از آن شیر و مادرش در محفل عروسی طایره خبر شدند و دوتایی رهسپار خانه محسن خان گردیدند. شیر در آن شب چندان انگشت های دستش را جوید که خون جاری شد، اما دست از پا خطا نکرد و بی خود نشد. هیچ کس نفهمید که در آن شب بر او چه گذشت، ولی طاهره در حالی که مطرب آهنگ آهسته برو را میخواند، آهسته آهسته از شیر، از گذشته، از روزهای عید، از شبهای مهتابی، از بامها و بامبوتیها فاصله گرفت و رهسپار خانه حاکم سال کرده و چاقی شد که شکمش از بینیش بالا پریده بود. دیگر شیر در هر سال 10 سال پیر می شد. هنوز 40 ساله نشده بود که موهایش چون پخته سفید شدند و نیمه از دندانهایش فرو ریختند. او به زودی به بابا شیر معروف شد و در آخر سراجی دکان کوچکی کرایه کرد. بچه های شوخی از این دکان گودی و تار می خریدند و میدانها را درو می کردند، ولی شیر که تمام شرطها را باخته بود هرگز هوس میدان نکرد و در عمق و سیاهی کوچه ها دوتا و شکسته شد. با عصا لم لم تن رنجورش را به پیش می کشید و از دکه دکان همواره صدای پرنشاط کودکان را می شنید که در بامبوتی های بلند می خواندند: حیدرک جیلانی، شمالا را تورانی. آن وقت خودش نیز از لب دکان این سرود جان پرور را می خواند و در 20 سالگی هایش غرق می شد. همین گونه باز سال از نیمه گذشت و عید نزدیک شد. شیر باز هم کاغذ پران ساخت و تار زد. کاغذ ها کوچ شدند و نقش ها و تصویر ها بر و بالین گودی پران ها را آراستند. شیر هرچی را ساخت چنگی به دلش نزد. به یاد گذشته افتاد، به یاد طاهره، به یاد میخچه و تاخچه و به یاد شب عید. در دل کاغذپرانی نوشت که عیدت مبارک، اما گفت برای کی، برای چی؟ نادمو پشیمان گودی پران را بر دیوار دکان آویخت و سرش را میان زانوانش پنهان کرد. از قضا همان فضلو که در آن روزگار به بابا فضلو معروف شده بود از دم دکان گذشت و شیر را در آن حال دید و با تمسخر صدا زد: چه شیر، بالونت چه شد؟ تیاریت چه شد؟ نقل آروس تکی بخوریم. سرش را برداشت و با چشمهایش که بیشباهت به کاسه خون نبود سر و پای فضلو را از نظر گذراند. فضلو داد زد: او کرگوش غلافو، چرت چی را میزنی؟ شیر پاسخ داد: چرت نامرداره، چرت پوداره، چرت تره. فضلو قهقه خندید و دندانهای کرم خورده و بیرههای شاریده و سرخ رنگش شیر را به یاد روباه پیری انداخت که کاری جز حیله و تزویر ندارد. با استغنا و غرور جواب داد: برو فضلو، مکتت کار ندارم. فضلو گفت: مکتت کار دارم، حال او سالها را گو خورده که تو جوره نداشتی، حال وقت وقت فضلوست، وقت سرشکستنه. شیر گفت: مثل که بازم حریف میپالی. فضلو گفت: حریف ندارم. شیر گفت: لا حول بلا، چشم سیکو. فضلو گفت: تو امی غار برو موش داره گپ رسیده. شیر سخت عصبانی شد، خواست با پیش قبض دودمش شکم فضلو را پاره کند، ولی خدا را در نظر آورد و به آواز جهر چندان که همه دکانداران گرد و نواح صدایش را شنیدند گفت: فضلو، ای گز و ای میدان، شرط ما کل زندگیت، اگه مردستی سباد دورایی کلکو. فضلو گفت: درست است، بسیار پر نگو، جنگ شدیار سر شدیار. این گفتگو زبان به زبان سراسر کوچه را پر کرد و حتی در گوش کوچه های دیگر نیز نشست. عصر روز جمعه دوراهی پغمان از صدها شوقی و حرفه‌ای پر بود. بابا شیر در حالی که دو پهلوان جوان در راست و چپش را می رفتند به میدان نزدیک شد. لنگی پاچ و کالای گیبیش از دور پیدا بود و کاغذ پران بازها راه را برای صاف کردند. او بالای بلندی کوچک قرار گرفت. از آن پس فضلو آمد، بسیار سبک و بسیار گستاخ. عده از کوچگی ها او را نیز در میان گرفته بودند و پراک های بیمعنیش را گوش می دادند.
شرایط شرط بار دیگر بازگو شد و هر دو قبول کردند. شیر به یکی از شاگردانش گفت: تو گودیر هواکو جنگ شما منتازان. همان کاغذپران سفید دمابی که بروگش ایدت مبارک نوشته شده بود چون مرخ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی ها پاره کرد. کاغذپران فضلو سرخ دم سیاه بود، مثل گلوله فضا را شگافت و شانه به شانه گودی شیر تار برد. یکی از طرفین صدا زد: درست است. دیگری جواب داد: درست است. فضلو چاوک دستی کرد و از سر تارش را بر سر تار شیر نشاند و جنگ سختی بین دو حریف شروع شد. گودی فضلو در موقعیت مساعدتری قرار داشت و جانانه لوت می زد. عده‌ای بر سر دستش دو بالایی زدن و عده‌ای که شیر را از قدیم می شناختن در کنارش باقی ماندن و صدا زدن که شیر مرد میدان است، شیر می بره، شیر سر نداره. بالاخره گودی پرانها نینیگک شدند و از نظر غایب گردیدند. دست های هر دو را تار قصابی کرد و خون از بند انگشتانشان می ریخت. از فاصله شرطی ها تا زیر کاغذ پران ها صدها نفر ایستاده بودند و بچه های نیمچه و خرد و کلان برای گرفتن آزادی دست ها را به هم می ساییدند و آسمان بینک زیر تارها می دویدند. گودی شیر آهسته آهسته به هوا شد و تارش لم کرد. باز شرطی ها دو بالایی زدند و صدا زدن: فضلو می بره، فضلو می بره. شیر که نیمخیز بر سر دو کنده زانو تار می داد احساس خطر کرد و فهمید که لحظه انتقام فضلو فرا رسیده و نزدیک است کاغذپرانش را مردم چور کنند. هر کس نظری به شیر می داد ولی شیر می فهمید که کار از کار گذشته است و دیگر دست فضلو بالاست. در آخرین دقایقی که گودی شیر غرغره در حال افتادن بود، شیر بر سر چرخگی صدا زد: جمع کو بچیم، کش میکنم. همان بود که یک دو سه به سرعت گودی پرانش را کش کرد و تار در دست فضلو شل شد. خلاف انتظار شیر برنده شده بود. قلاچ های دیگر نیز تار داد تا اینکه خطر مردتار فضلو دفع شد. فضلو از خجالت غار می پالید و شیر بیان که خوشی از چشمانش ظاهر شود، نشاطش را مثل مردها فرو خورد و تار را در دست دیگری داد تا گودی را پایین کند. آفتاب نشسته بود و آسمان بر دامن آبیش لاله های سرخ کاشته بود. ابرهای سفید بر پهنای دشت سرخ فام غروب چون بره ها می چریدند و هلال عید از دور چون دو ابروی طاهره پیدا بود. مردم هر و مرو فهمیدند که فردا عید است و پیشا پیش به یکدیگر مبارک باد گفتند. گودی شیر مثل عروس، مثل تیاره، مثل بالون پایین می شد و عید مبارکش خاناتر می گردید. شیر به نقش گودی خیره بود و عیدت مبارک که از 25 سال پیش در دلش حق شده بود. طاهره بر سر بام در نظرش پیدا شد که لباس تناویز پوشیده بود و چوتی های مویش چون دمار کفچه سیاه بر شانه هایش پیدا بودند. شیر انگاشت که بر سر بام بوتی برآمده و گودی پرانش را به سوی خانه محسن خان تار می دهد. آنگاه طاهره فکر زد. از آن پس جنگ با بچه های خاله، دوران هر کاره، برادری با محمود، دیدار طاهره بر سر قبرها و سرانجام عروسی با حاکم شکم کرده، چون تصویرهای برجسته زندگی در لوح حافظه‌اش بیدار شدند و شیر از پشت روزهای زرد و زعفرانی و از پشت جوانی باد برده و سالهای برباد رفته از زبان طاهره شنید که می گفت: مروی تالی توا کدیم، تو زیادتر از این چرتی میشی، خوراکت کم و رنگت زرد میشه و خواست چشمایت میپره. شیر گفت: طاهره جان راست گفتی، حق گفتی، راستی که عاشقی پشت کور خم میکنه. اما طاهره از همان دور از شهدا، از میان قبرها و مرده ها صدا زد: شیر جان تو قول دادی، تو قسم خوردی. مگه ما قول ندادیم؟ ما قسم نخوردیم، ما دوستت دارم، ما خواستن خواهی تستم، اگه پشتیم نگردی خونیم بگردنه.
ولی شیر گفت مردوار قول است، من از قول نمیگردم. و آنگاه با شف دستارش نم چشمانش را پاک.